بانو یاسمین پهلوی در نخستین ساعات بامداد روز آدینه 19 خرداد ماه با انتشار بیانیه‌ای درباره ارتجاع سرخ و سیاه که در قالب یک استوری اینستاگرامی در صفحه رسمی ایشان منتشر شده چنین نوشتند: لازم دیدم یک بار برای همیشه موضعم را درباره این عکس و شعار بگویم. 1. من نظرات خودم را دارم و همسرم نظرات خودش را. خوب است رسانه‌ها این تمایز را بفهمند و یاد بگیرند که اگر درباره نظر من پرسشی دارند از خودم بپرسند و نه از همسرم. 2. مارکسیست ها و اسلامگرایان که پادشاه فقید به آنها عنوان ارتجاع سرخ و سیاه داده بودند عوامل اصلی فتنه 57 و در نتیجه بانیان فلاکت کنونی ایران و ایرانی هستند. 3. ملاها بعد از رسیدن به قدرت رقبا را کنار زدند و تبدیل به ارتجاع غالب شدند. ارتجاع مغلوب یعنی چپها و مجاهدین، اما بهتر از ملاها نبودند. 4. چپ هر کجا به قدرت رسیده جز مرگ و ویرانی و فقر و فلاکت به بار نیاورده، از شوروی کمونیستی تا کره شمالی تا کوبا و ونزوئلا. 5. من شدیداً با ایده چپ و مجاهد و ملا مخالفم و آن را برای حال و آینده ایران زیانبار می دانم، اما به هیچ وجه منظورم این نبوده و نیست که صاحبان این ایده ها باید کشته شوند.